بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. آخرین جمعه ماه رمضان و حضور بیش از ده‌ها هزار نفر در مراسم روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهما السلام. مرکز جهانی آیت الله العظمى شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان میزبان 20مین جلسه همبستگی مراکز اسلامی کانادا. و آیت الله العظمى شیرازی مبلغ 14000 تومان به عنوان زکات فطر کفایت می کند. سلام بر حضرت ابوعبدالله الحسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. به رسم هر ساله در آخرین جمعه ماه عظیم رمضان، روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهما السلام، سفر به سامرا و زیارت حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری علیهما السلام توسط عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام در عراق برگزار شد. بر همین اساس بیش از 450 اتوبوس حامل بیش از 17 تا 18 هزار زائر از شهر مقدس کربلا و حدود 50 هزار زائر دیگر شهرها و استانهای عراق به شهر مقدس سامرا سفر کردند تا مراسم روز جهانی یاری امام حسن، روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهما السلام را برگزار کند. شایان ذکر از زیارت امامین عسکریین علیهما السلام در آخرین جمعه ماه رمضان بیش از نیم قرن در کشور عراق سابقه دارد و پایگزار این سنت حسنه مرجع راحل آیت الله العظمى سید محمد حسینی شیرازی قدس سره بودند. پس از هتک حرمت حرم مقدس امامین عسکریین با انفجاری که صورت گرفت، کاروان زیارتی الولا والفدا والفضل سامرا وابسته به بخش روابط عمومی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دام الظل در شهر مقدس کربلا در عمل به فرمایشات معظم الله نقش مؤثری در برگزاری باشکوه تر این زیارت در آخرین جمعه ماه رمضان داشته است. گفتنی است مراسم باشکوه زیارت امامین عسکریین علیهما السلام در آخرین جمعه ماه رمضان، روز جهانی یاری امامین عسکریین علیهما السلام، روز گذشته از ابتدای حرکت اتوبوس ها از شهر مقدس کربلا تا رسیدن به شهر بلد و زیارت حضرت سید محمد سلام الله علیه و پس از آن زیارت امامین عسکریین علیهما السلام در سامرا از شبکه های امام حسین علیه السلام و دیگر شبکه های ماهواری مستقل شیعه به صورت مستقیم پخش شد. مرکز جهانی آیت الله العظمى شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان در کانادا پس از توقف دو ساله به دلیل شیوع کرونا، میزبانی 20مین جلسه همبستگی مراکز اسلامی این کشور را عهده‌دار شد. حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی در ابتدای جلسه سلام و دعای بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دام الظل را به حضار ابلاغ کرد. از جمله سخنرانان این جلسه حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد مهدی ناصری، حجت الاسلام و المسلمین سید نبیل عباس، حجت الاسلام و المسلمین سید ظفر زیدی، پاتریک براون، مفتی شیخ حسن قیه و استاد سامر مجذوب بودند. پاتریک براون ریاست حزب محافظه‌کاران کانادا از شهر تورنتو و هیئتی از کنسولگری جمهوری عراق به ریاست آقای سید علی یاسری مستشار کنسول نیز در این جلسه حضور داشت. لازم به ذکر است در این جلسه همبستگی بیش از 12 مرکز و انجمن فعال در کشور کانادا از گرایش‌های مختلف مذهبی و سیاسی به دعوت مرکز جهانی آیت الله العظمى شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان شرکت کردند که موضوع‌های مختلف مبتلا به در کانادا در این جلسه مورد همفکری و تبادل نظر قرار گرفت. گفتنی است حفظ همبستگی و اتحاد میان هیئت‌ها
حسینیه ها و مساجد و مراکز فرهنگی از سفارش های مؤکد بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله است که بر این اساس سالهاست همه مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه در سراسر دنیا و مقلدین معظم الله شعار الحسین یوحدنا حسین علیه السلام محور اتحاد است را نسب العین فعالیت های خود قرار دادند. در این راستا گفتگی دارم با شیخ صالح سیبوی وکیل آیت الله العظمی شیرازی و مسئول مرکز جهانی آیت الله العظمی شیرازی در کانادا. سلام، وقتتون بخیر. مهمترین موضوعی که در 20 جلسه اتحاد و همبستگی مراکز اسلامی در کانادا برگزار شد رو بفرمایید. با سلام به ساحت مقدس پیامبر رحمت و ائمه اطهار علیهم السلام و با سلام و درود به شما بزرگواران، دستت در کاران شبکه آقای امام حسین و همچنین شما بینندگان ارجمند. بله، همانطور که فرمودید 23 سال است که ما این جلسه رو هر سال برگزار می کنیم با توجه به مشکلات و مصیبت هایی که جامعه اسلامی رو فرا گرفته و یک دیگر را از هم دور کرده، قلب ها دور شده و خلاصه دسیسه هایی در کار است و مذاهبی که به ظاهر اتکا به مذهب کرده و در باطن لباس گرگ بر تن کردند و ضربه به دین میزنند و نفاق رو بین مردم ترویج میدند، ما ضروری دانستیم و ندای پروردگار در قرآن کریم را لبیک گفتیم و همچنین دستور پیامبر بزرگوار اسلام در این زمینه اتحاد و همبستگی و همچنین تأکید و فرمایش مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام بالله این قدم مبارک را این مرکز برداشت که نزدیک به 15 مرکز اسلامی در آن شب حضور به هم رساندند و یکی از مسئولین بلند پایه حزب محافظه‌کار کانادا و همچنین گروهی که از کنسولگری عراق آمده بودند صحبت‌ها در زمینه همبستگی، اتحاد و برطرف کردن مشکلات جامعه اسلامی در کانادا بود. ما می‌دانیم یک دست هیچ موقع صدا ندارد، اگر جمع شویم ید الله مع الجماعه است و همون گونه که پروردگار می‌فرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا و همون گونه که پیامبر بزرگوار اسلام دستور دادند که اهل بیت من سفینه نجات هستند و ولی سفینه آقا امام حسین سریع‌تر است که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی تأکید بر این مسئله دارند که الحسین یوحدنا، حسین اساس همبستگی و اتحاد است و خدا رو شکر خیلی از مسائل را در این جلسه مطرح کردیم و حل کردیم و از اون مسئول بزرگواری که آمده بود آقای پاتریک براون قولهایی در زمینه‌های کمک به جامعه اسلامی رو گرفتیم ان شاء الله. امیدواریم خداوند قدم‌های ما و قدم‌های همه افرادی که در این زمینه حرکت می‌کنند محکم و استوار بدارد ان شاء الله. و جلسه همبستگی و اتحاد مراکز اسلامی در کانادا چه پیام و هدفی را دنبال می‌کنه؟ مهمترین پیام این جلسه رفع مشکلات و مصیبت‌های جامعه اسلامی است که رؤسای مراکز مکلف و موظف شدند این مصیبت ها و این مشکلات رو بررسی کنند و قدمی اساسی در این زمینه بردارند که این مشکلات ان شاء الله حل شود. و پیام دوم این جلسه این بود، همون گونه که خدمتتون گفتم خطاب شد که یک دست صدا ندارد، اگر با هم جمع شویم و یک پارچه شویم صدای ما در ادارجات دولتی این کشور و مقامات دولتی این کشور
اثر بسیار زیادی دارد. تأکید شد که مراکز دیگه نیز همانند این مرکز این قدم را بردارد. در پرانتز این را خدمتتون بگم که 23 سال است فقط مرکز جهانی امام شیرازی و مرکز اسلامی ایرانیان این قدم را بر می دارد. باید بگویم متاسفانه بقیه توجهی نکردند، ولی امیدواریم. امسال جلسه بسیار فرق داشت، روحانیت عجیبی داشت و خیلی باشکوه تر از سالهای قبل برگزار شد و مورد استقبال تمامی مراکز قرار گرفت و قرار است انشاءالله این جلسات ادامه پیدا کند و بتوانیم اون نتیجه مطلوب را از این جلسات بگیریم انشاءالله. انشاءالله. تشکر میکنم. شیخ صالح سیبوی وکیل آیت الله العظما شیرازی از کانادا با ما همراه بودند. و اما خبر بعد. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در کشور هند روز گذشته جمعه 29 آوریل 2022 میزبان برگزاری نشست خطبا، مبلغین، طلاب و ائمه جماعت شیعه در این کشور بود. ریاست این نشست را حجت الاسلام و المسلمین سید عباس نقوی نماینده مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی دامظله در هند بر عهده داشت. حجت الاسلام و المسلمین نقوی طی سخنانی خطاب به حضار گفت همانطور که خطبا، مبلغین، طلاب و ائمه جماعت برای مؤمنان در ماه عظیم رمضان درباره مسائل شرعی و معارف اهل بیت علیهم السلام صحبت کردند، باید در دیگر ماه‌های سال هم به فعالیت خود در این زمینه ادامه دهند و به موضوع بیان مسائل شرعی و نشر فضائل و معارف اهل بیت علیهم السلام اهمیت بدهند. شب گذشته 22 نشست از سلسله جلسات علمی بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شب‌های ماه عظیم رمضان 1443 قمری در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار شد. اولین سوالی که در جلسه علمی دیشب از مرجعیت شیعه پرسیده شد درباره جنس و مقدار زکات فطره بود که آیا قیمت 3 کیلو نان کفایت می‌کند؟ آیت الله العظما شیرازی در پاسخ فرمودند در مسئله فطریه خود ادله داره و مشهور فقها قائل بهش هستن که من اینجور که این آرائه که 41 حاشیه داره دیدم این فقهای معاصر هیچ کدومشون مخالف نیست و اون در فطریه نون هم جایز آدم بده خبز. حتی دیدم صاحب جواهر گذشته از جواهر در رساله عملیه که فتواست نجات العباد اونجا تصریح داره که نون و جایز فطریه داد و هر نونی به هر قیمتی باشه وقتی که به خبز این بالخصوص شد وقت نون در مثل ایران تو بازار 3 کیلوش کمتر 20 تومن میشه، میگم کمتر 14 تومن میشه. یعنی بعضی ها رفتن عرض کردم یه چند جا اصلا گرفتن نونها رو و وزن کردن. لحاظه از من پرسیدن به خاطر اینکه تو ایران غالبا مردم توانشون زیاد نیست، حالا یه عده‌ای هستن وضع مالشون خوبه اما غالبا خوب نیستن. عرض کردم که فطریه برای شهرستان ها 14,000 تومان، برای تهران که خورده گرونه اونم از باب احتیاط حتی 14 تومن هم احتیاطه. گفتن وزن کردیم 3 کیلو نون 13 تومن 12 تومن شده و برای تهران 20 تومن، این اقلشه. بله مستحب الان فعل الفقیر را بده، مستحب نواجب این اکثر خوراک متعارف خودش، یعنی کسی دوره سال غالبا برنج میخوره، گوشت میخوره، این پول 3 کیلو گوشت بده، پول 3 کیلو برنج بده. اینا مستحباته، اما اونی که الزامیه ظاهرا الان اقلش خبزه. ولهذا من اقل را عرض کردم، به خدا هم عرض کردم خدایا طبق عدله شرعیه من تسهیل بر بنده ها میکنم، تو هم بر من تسهیل کن.
خلاصه نباید بر مردم سخت گرفت. گفت این مستحبه، بله، اما خیال نکنن که فطریه باید اینقدر بدن یا اینقدر زیاد، باید بیان کنن، چون خیلی ها براشون مشکله. لحاظه اگه گندم و جو میده هر کدومو بده، اشکال نداره. حتی گندم و جوی که به مرغ و خروس میدن که یعنی هم سبوس داره هم یه قدر خاک داره، چون زمان معصومین گندم و جو اینجور نبوده که سبوس نداشته باشه، اون استثناء بوده. حضرت امیر صلوات الله علیه فرمودن ولو شئت لهدیت الطریق الى مصفى هذا الحسن ولباب هذا القمح. قمح پوست کنده اصلا کم بوده زمان معصومین، طرف میگرفته اگه میخواسته تو خونه خودش پوست میکنده اینا رو، یعنی لازم نیست پوست کنده باشه، اما با سبوسش که باشه اشکال نداره. آها، گندم و جو الان گرونتر از نون در میاد. گندم پرسیدن کیلوی مثلا 10 تومن، 8 تومن، 9 تومن، 11، 12 تومن، اما نون نه، کمتره. لذا اقلش نونه و خوب زیرا این عروه 41 حاشیه فقط 3 نفر حاشیه کردن توش، من دیدم که هیچ کدومشون هم زنده نیستن، الان فوت شدن، و یکیشون هم اصلا حاشیهش کلا حاشیه است. گفته نون بده، فقط یه ریزه بیشتر بده که جبران آبش بشه. یعنی فرض کنید 3 کیلو و مثلا ربع کیلو که اون یعنی آردش رو حساب کرده. اما نون تو بازار الان چنه؟ در ادامه موضوع زکات فطره، مباحث دیگری نیز مطرح شد، اینکه فطریه چه مهمانی بر عهده میزبان است، یا اگر مهمان فقیر نیست ولی میزبان فقیر است، آیا فطریه مهمان بر عهده این میزبان فقیر است؟ همچنین زکات فطریه یتیمی که شخصی کفیل اوست بر عهده چه کسی است؟ آیت الله العظمی شیرازی به این سوال ها نیز پاسخ تفصیلی فرمودند. از دیگر سوال های مطرح شده درباره اموال پیدا شده مجهول المالک بود که در اصطلاح فقهی لغته عنوان می شود. سوال این گونه مطرح شد که شخصی سالها پیش مبلغی را پیدا کرده و آن را عصیانا مصرف کرده، الان تکلیف او چیست؟ آیت الله العظمی شیرازی در پاسخ فرمودند اگر صاحب آن مال را نمیتواند پیدا کند، به نظر میرسد به جهت دلیل خاص لغته مال حکم مجهول المالک را دارد و امر آن به دست فقیه جامع و شرایط است و حکم سهم امام علیه السلام را دارد و شخص ارزش آن مال را با محاسبه میانگین قوه شرع در آن سال باید بپردازد. خواندن عقد به فارسی، برخی از مستحبات دفن، علم به خطای مجتهد در فتوا، مالک شدن شخصیت‌های حقوقی و روزه یوم الشک از دیگر موضوع‌هایی بود که در جلسه علمی شب گذشته که به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام پخش می‌شد، از مرجعیت شیعه پرسیده شد و بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در پخش زنده به یکایک سوال‌ها پاسخ دادند. هر آنچه از اتفاقات و رخدادهای منطقه، شهر یا کشورتان را مناسب پوشش دادن در اخبار شیعه می دانید، از طریق شماره روابط عمومی اخبار شیعه برای ما ارسال کنید. 2-0-964-772-290-2299 روابط عمومی اخبار شیعه. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل ولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.